خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه خورشت کدو حلوایی هستش. خورشت کدو حلوایی یک خورشت فصلی است که معمولا در زمستون و پاییز اون رو آماده میکنن. ماده اصلی این خورشت کدوی حلوایی هست. کدوی حلوایی بافت نرم و لطیفی داره، با اینکه خیلی شیرینه ولی کم کالری هستش و معمولا در رژیم های غذایی ازش استفاده میکنن و میتونه یه تنوعی توی غذای شما ایجاد بکنه این خورشت. مواد مورد نیاز برای 4 نفر: کدوی حلوایی 350 گرم، گوشت خورشتی حدود 200 گرم، 1 عدد پیاز نگینی خرد شده، 12 عدد آلوی خورشتی، 1 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی، 1 قاشق غذاخوری زعفرون دم کرده، در صورت تمایل 1 قاشق غذاخوری آب لیمو که از آب خورم میتونید استفاده بکنید، روغن، پودر فلفل سیاه، زردچوبه و نمک به میزان لازم. برای آماده کردن کدو لازم هست کدو رو به قسمت‌های مختلف تقسیم بکنیم، دونه و ریشه هاش رو جدا بکنیم، بعد پوست بکنیم، بعد خرد میکنیم به هر شکلی که دوست داریم برای داخل غذا. کدوها رو من به این شکل خرد کردم، شما قالب هم میتونید بزنید به هر شکلی که دوست دارید. در ضمن آلوها رو هم در آب بلند خیس کردم تا آماده بشه برای داخل خورشت. 1 عدد پیاز خرد شده ای رو که داشتیم با کمی روغن توی ظرف مورد نظر میریزیم و روی حرارت قرار میدیم. کمی تفت بدیم تا پیاز ها سبک بشن. پیاز ها که کمی سبک شدن گوشت خورشتی رو اضافه میکنیم تا آب پیاز به خورد گوشت داره و مزه گوشت رو تغییر بده. از طرف دیگه تفت میدیم تا زمانی که رنگ گوشت تغییر بکنه. رنگ گوشت که تغییر کرد میای کمی زردچوبه و پودر فلفل سیاه اضافه میکنیم، کمی تفت میدیم. کمی که تفت خوردن میان رب گوجه فرنگی رو اضافه میکنیم، تفت میدیم تا زمانی که رب رنگ باز کنه و بوی خامی گرفته بشه. رب که رنگ باز کرد میان 4 پیمانه آب جوش اضافه میکنیم. ابتدا حرارت زیاد هست تا زمانی که خورشت به جوش بیاد. بعد از اینکه به جوش اومد حرارت رو کم میکنیم و اجازه میدیم 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم گوشت بپزه. 1 ساعت آخر پخت گوشت میایم آلوهایی رو که خیس کرده بودیم به خورشتمون اضافه میکنیم. و میذاریم دوباره بپزه. کدو رو بعد از اینکه خرد کردیم کمی روغن داخل ظرف میریزیم و مقداری تفت میریزیم. در حین تفت دادن کدو 1/2 قاشق چای خوری پودر دارچین اضافه میکنیم. من فراموش کردم پودر دارچین رو جز مواد اولیه بگم. تفت میدیم، بعد از اون
حرارت رو خاموش میکنه و کدو رو کنار میذاره. 15 دقیقه آخر میام کدو حلوایی تفت داده شده رو به خورش اضافه میکنیم. خیلی آروم با کفگیر چوبی برای که له نشه هم میزنیم و نمک رو هم به خورشتون اضافه میکنیم. در این مرحله شما میتونید آب خورش رو اندازه بگیرید که اگر آب خورشتون کم بود میتونید آب جوش بهش اضافه کنید. درش رو میذاریم، دوباره میذاریم که تا ادامه پختش رو انجام. 5 دقیقه آخر پخت خورش میان زعفرون دم کرده و آب لیموی تازه رو به خورشتمون اضافه میکنیم. خورشت کدو حلوایی آماده شد همراه با تدیک کدو حلوایی. امیدوارم شما هم این خورشت خوشمزه رو آماده و میل بفرمایید. اگر خوشتون اومد ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.